عملا هر سیستمی که بازی میکنه داره با یک فوروارد بازی میکنه که نیکبخت هم داره بهش اضافه میشه. بله خیلی متشکر آقای آبادیان، من عذرخواهی میکنم، بازی شروع شده، به اتفاق نیمه دوم رو ببینین، در انتها با بحث کارشناسی در خدمت شما خواهیم بود. ماته در کنار محسن خلیلی مطمئنن یک قیافه هجومی تر رو از تیم پرسپولیس در این نیمه شاهد خواهیم بود که امیدواریم بازی جذابی رو ببینیم. نیمه اول هم بازی تماشاگرپسند و جذابی بود، هرچند که هواداران پرسپولیس در ورزشگاه از نتیجه راضی نبودن، اما بازی تماشایی بود. وحید عسکری مرتکب خطا شد، هفتمین خطای بازیکنان ابو مسلم، ارسال توپ روی دروازه، ضربه سر اول از مدافعین، چیس روی توپ اثر میگذاره، ناقص البته، ناصری توپ رو دور میکنه، اولرون به دنبال توپ، حالا از سمت چپ حرکت پژمان نوری، نیکبخت و این توپ که به پشت دروازه میره. باز هم نیکبخت، یک و دو با نوری، باز هم ناموفق هستند. دستبردار نیست بادامکی، در محوطه جریمه آفساید، آفساید از پژمان نوری اعلام میشه از سوی آقای مرتضی کریمی. و سریع بر میگرده پژمان نوری، ببینیم در این صحنه به نظر درست میومد تصمیم آقای کریمی در پرچمی که زده. دو بار در طول این بازی آفساید اعلام شده، یه بار برای پرسپولیسیا، یه بارم برای ابو مسلم. دو گل ایوان پتروویچ و یک گل از فرانکاتسو برتری 3-0 ابو مسلم در 45 دقیقه اول رو رقم زده. ایوان پتروویچ یه ارسال به روی دروازه، جایی که فرشید کریمی حضور داره. نیکبخت، خلیلی، توپ میرسه به بادامکی، چیس، مات دراگچوویچ با خروج نبی الله باقری ها. کریم باقری یک خط عقبتر اومده در کنار سپهر حیدری و دراگچوویچ تبدیل شده به یک مهاجم در کنار محسن خلیلی. خلیلی که برخلاف نیم فصل اول یه مقدار روند گلزنیش افت پیدا کرده در این چند بازی گذشته، یکی دو موقعیت خوب در نیمه اول داشت، هم بدشانس بود که شهاب گردان خیلی خوب واکنش نشون میداد و همین که یکی دو مورد خودش بی‌دقتی کرد. فرزاد آشوبی توپ رو به بیرون میزنه، پرتاب شکل گرفته برای ابو مسلم، سعید چاهجویی پرتاب رو انجام خواهد داد. افشین قطبی 45 دقیقه رو پشت سر گذاشت، 15 دقیقه با بازیکنانش صحبت کرد و اونها رو روانی میدان کرد. سری بازی متوقف میشه، اون هم به نفع پرسپولیس. چیس رضایی، بادامکی میبره به سمت چپ، پژمان نوری به نسبت نیمی اول شوهای حرکتی بیشتری داره، پژمان خودش میفرسته به روی دروازه، ضربه سر خانی و کورنر. روی نیمکت بازیکنان مثل بهادر عبدی، فرهاد خیرخواه و مسعود زارعی هم حسن، نبی الله باقری ها رو هم دیدید به جمع نیمکت نشینان اضافه شده. ارسال توپ به روی دروازه، این ضربه سر ماته دراگچوویچ، مهاجم کروات تیم پرسپولیس، این ضربه رو نتونست در چارچوب بزنه در حالی که توپ تقریبا خوب روی سرش فرود اومده بود. کریم باقری یکی دو شوت خوب روونه دروازه گردان کرد در نیمه اول که با واکنش خوب او روبرو شد. چیس توپ از دست داد، آتسو
بخشید اولرام. اشتباهی که در نیمه اول هم برای لحظاتی مرتکب شدیم و زننده گل رو اولرام معرفی کردیم که به هر حال یه بار دیگه عذرخواهی می‌کنیم از خدمت هموطنان عزیزمون. شیس رضایی توپ رو از دست داد. سپهر حیدری سه گل اونقدر اندوخته مناسبی هست که ابو مسلم وسوسه بشه و بیشتر به فکر حفظ دروازه‌اش باشه و فقط دل به ضد حمله ببنده. مات دراگچوویچ پاس رو به عقب، خطایی در کار نیست، بازی دنبال میشه. ایوان پتروویچ در اون سمت، خلیلی هم به بازی بر میگرده. نرسید توپ اولرام، سپهر حیدری ارتباط رو قطع کرد. یک بار دیگه حرکت از سمت چپ. پژمان نوری با اون سمت ارسال به روی دروازه، قبل از خلیلی توپ رو میزنند. سید محمد حسینی هرچند که یک مدافع هست اما شش گل رو در این فصل برای تیمش زده که آمار بسیار قابل قبولی است. و این هم لحظه است که خطای بادامکی به روی ایوان پتروویچ اعلام شد. ابو مسلم در نیم فصل دوم دیگه با برتری کامل آغاز کرد. درسته که بعد از اینکه در واقع به برق یک هیچ باخت، سبا باتری تیم سوم جدول رو 1-0 برد، بعد سپاهان تیم دوم رو 2-1 شکست داد و حالا تیم صدر نشین رو تا به اینجای کار 52 دقیقه و 30 ثانیه از بازی گذشته 3-0 برده. تیم آقای مظلومی با این 3 امتیاز 31 امتیازی میشه و چسبیده به تیم‌های دوم و سوم جدول، در واقع در نزدیکی اونها قرار میگیره. خب یک تعویض هم برای ابو مسلم در راه هست، ضمن اینکه این حمله پرسپولیسی هم کاری از پیش نمیبره. یوسف مرادی داره خودش رو آماده میکنه که به زمین بیاد. یه تعویض اجباری رو آقای مظلومی در نیمه اول داشت، حسین کریمی رو به جای منصوری به بازی آورد و حالا دومین تعویضشون هم در راهه. نیکبخت آقای مظلومی داره توصیه های لازم رو انجام میده به مرادی. ماتمی بره به چپ، بادامکی یه پاس در عمق، خلیلی خودش به روی دروازه، فرصت توی دروازه، توی دروازه، حساب کار 3-1 میشه. 54مین دقیقه مسابقه و گل عباس آقایی اولین گل پرسپولیس، اختلاف رو کمتر میکنه و انگیزه های پرسپولیسی ها رو بیشتر. شهاب گردان که در طول 45 دقیقه اول دروازش بسته مونده بود با واکنش های خوب و چندین و چند بارش، این بار دیگه دروازش باز شد. حرکت خلیلی از چپ، ارسال او البته خواهیم دید در تصویر آهسته و ضربه تمام کننده عباس آقایی. صحنه رو مرور میکنیم. بادامکی برای خلیلی، یه پاس و این نوک پا از آقای کار رو تمام کرد. حرکت از سمت چپ هست، میفرستن توپ رو بروی دروازه. مطمئنم فرصت باشه کارگردان محترم نمای بالا رو هم بده برای دیدن گل، بسیار خوب خواهد بود. این محسن خلیلی بود که توپ فرستاد و این بغل پای تمام کننده از شهاب گردان. یوسف مرادی هم میخواد به بازی بیاد. نیکبخت پرتاب
برای پرسپولیس. خب اینم نمای بالا بود، یه لحظه ملاحظه فرمودید. به هر ترتیب خب تعویض قراره که انجام بشه، این اتفاق میفته و یوسف مرادی به زمین مسابقه میاد. نیکبخت حالا برای اولروم، خودش میاد قاطی میکنه با بازیکن حریف که کریم باقری باشه، توپش رو میزنه. شیس رضایی نیکبخت خلیلی اولروم ناصحی سعید خانی و کارت زرد برای سعید خانی که خب این خطا رو انجام داد به روی آشوبی. نیکبخت یه لحظه روی پاش میاد و تکل رو انجام میده. سعید چاهجویی، پرتاب برای پرسپولیس، چیس برای نیکبخت در محوطه جریمه، سوت داور و پنالتی. 58مین دقیقه بازی، ضربه پنالتی برای تیم پرسپولیس. سخت معترض هستند هم نیمکت تیم ابو مسلم هم خود بازیکنان حاضر در میدان. ببینیم چه اتفاقی افتاد. خب به نظر رسید که برخوردی وجود داشت و داور هم نقطه پنالتی رو نشون داده. اگر این توپ گل بشه، اختلاف به حداقل برسه، مطمئنن شرایط بازی باز هم به نفع پرسپولیس تغییر خواهد کرد. یک بار دیگه ببینیم. در بازی رفت هم نیکبخت یه پنالتی رو برای تیمش زد مقابل ابو مسلم، در مشهد اونو تونست گل بکنه. ببینیم در ورزشگاه آزادی هم خواهد تونست این پنالتی رو تبدیل به گل بکنه یا نه. خیلی حیاتی است برای پرسپولیسیا، میتونه انگیزه های اونها رو دو چندان بکنه در ادامه کار. نیکبخت دست و گردان میزنه ضربه رو به توی دروازه، توی دروازه. حساب کار 3-2 باز هم به نفع ابو مسلم. اما در نیمه دوم پرسپولیس در کمتر از 15 دقیقه دو بار دروازه ابو مسلم رو باز کرده. یک بازی پرگل همانند بازی فصل گذشته در ورزشگاه آزادی. توپ رو به زیر طاق دروازه میکوبه در خلاف جهت حرکت شهاب گردان. خب تماشاگرهای پرسپولیس هم مثل این که از ذوق زیادشون برای روحیه دادن به فرشید کریمی او رو مورد تشویق قرار میدند. محسن خلیلی توپ در اختیار شهاب گردان قرار میگیره. نتیجه رو ملاحظه میفرمایید، دقیقه 60 بازی است و 5 گل رو دیدیم در این مسابقه در یک بازی پرگل، زیبا و تماشایی. سپهر حیدری، کریمی، یه تکل بعد از اینکه توپ هم حرکت کرده. ببینیم تصمیم داور چه خواهد بود. بله دست به جیب پشتش برده، کارت قرمز، کارت قرمز برای سعید
خانی. همه اتفاقات در 45 دقیقه دوم داره به ضرر تیم ابو مسلم تمام میشه. البته تکل رو رفت و داور هم اگر تشخیص بده بازی کنیم به قصد پای حریف رفته میتونه او رو اخراج بکنه. سعید خانی محروم شد از بازی بعد به خاطر اینکه اخراج میشه در این مسابقه. این تکل بی‌محابای او روی پای سپهر حیدری از سوی آقای منبینی مستوجب دریافت کارت قرمز بود. مستقیم یک یار کمتر و یک گل بیشتر برای ابو مسلم. گلها رو با هم مرور میکنیم. حالا تا چه حد نمیدونم ثبت گل اول به نام کریم باقری درست باشه. به هر حال پتروویچ به سمت دروازه زده بود. حالا افشین قطبی هم روحیه گرفته و کنار زمین کار توپ جمع کن رو به طرز خیلی انرژیک و شادابی داشت انجام میداد. پژمان نوری بلند به روی دروازه به ضربه سر ماته تو برگشت داده میشه. پتروویچ نیک وقت توپا میگیره یک ارزا به روی دروازه. یه ضربه فنی رو زد دور از دستای گردان. نیک وقت یه نیم نگاه به دروازه کنج دروازه رو هدف قرار داده بود. یه مقدار در نشانه گیریش ضعیف عمل کرد. آقای پرویز مظلومی و مجید نامجو مطلق فوتبال هست و وضعیتی کاملا متفاوت و جذابیت های او به خاطر همین غیر قابل پیش بینی بودن هاشه. یه نیمه یه تیم سه گل میزنه، بعد در 15 دقیقه دو گل میخوره، بعد یه یارش هم اخراج میشه و وضعیتی سخت و دشوار در دقایق باقی مانده اون هم در جو ورزشگاه آزادی برای تیمی مثل ابو مسلم. شهاب گردان بازی رو آغاز خواهد کرد. نیکبخت حالا روحیه گرفته بعد از گلی که از روی نقطه پنالتی زده و بازی تاثیرگذار نیمه دوم خودش. یه تکل دیگه و این بار کارت زرد برای یوسف مرادی بازیکن تازه وارد. افشین قطبی که به نظر میرسه بازیکنهای تیم پرسپولیس سعی دارن نذارن جشن تولد 44 سالگیش خراب بشه. افشین قطبی این تکلی کارت زرد رو به همراه داشت برای یوسف مرادی. همین چهره کریم باقری پتروویچ یک و دو انجام میشه. ایوان پتروویچ ابو مسلم حالا سعی میکنه که پیش بکشه. قطع ارتباط اما بلا فاصله. حالا ناصحی خود ناصحی ارسال توپ روی دروازه دفع ناقص. یه بار دیگه ضربه عجیبی رو به توپ زد سعید چاهجویی. میشه گفت که روحیه چقدر مؤثره در زمین مسابقه و در یک بازی فوتبال. مطمئنن ابو مسلم به لحاظ نفرات و سبک بازی تقریبا همون تیم 45 دقیقه اول هست، اما
شاید فقط اون روحیه رو نداره که کاملا روی بعد فنی کارش هم تاثیرگذار بوده. آشوبی نیکبخت بادامکی سری کار آغاز میکنه برای پژمان نوری. خود نوری بادامکی و شروع مجدد بازی از کنار دروازه. کمتر از 25 دقیقه به پایان و یه گل میخواد پرسپولیس که رکورد شکست ناپذیریش در خانه رو حفظ بکنه. یه بار دیگه توپ در اختیار فرشید کریمی قرار میگیره. خب تکسی را رودریگو را هم میخواد به بازی بیاره. حالا باید ببینیم که محتملاً باید به جای اولرون به بازی بیاره چرا که بازیکن کم داره، یه یار کمتر داره ابو مسلم و سعید خانی از تیمش اخراج شده آقای مظلومی و یک نیروی تازه نفس رو در خط حمله اضافه خواهد کرد. شهاب گردن سپر هیدری روی سر اولروم ضربه سر رو میزنه. حالا برای ناصحی پتروویچ راه میرسه و توپو در اختیار دروازه‌بان قرار میده. خب کریم باقری احساس درد میکنه، باید دید که وضعیتش چگونه خواهد شد. حمید استیلی هم میاد به افشین قطبی ملحق بشه در کنار زمین که داره با نیکبخت صحبت میکنه. افشین قطبی در بازی‌های اخیر یه باخت 1-0 رو در رشت به پگاه داشت و یه باخت 2-1 رو به سپاهان، یه 2-2 با سباباتری و دو تا برد 1-0 مقابل نفت و برق. حالا نقطه نظرات آقای مظلومی رو داشتن، به رودریگو منتقل می‌کردن در کنار زمین تا او هم شرایط حضور در میدان رو پیدا بکنه. افشین قطبی و حمید استیلی که حالا در نماهای بیشتری در کنار هم، نزدیک هم و دوش به دوش هم دیده میشن برخلاف اوایل فصل. یه ارسال به روی دروازه ماته، یه پاس عالی رو بقیم، یک سر به خلیلی، یه بار دیگه فرصت و چه دروازه‌بانی میکنه شهاب گردان. انصافاً چند گل رو نخورده. یه ضربه با پای چپ از خلیلی و در برگشت این عکس العمل دیدنی. در واقع گردان و کریمی یه جورایی در نقطه مقابل همدیگه بودن در این مسابقه. پاس رو به عقب ماته هم تماشایی بود که این صحنه رو خلق کرد. تعداد موقعیت‌های خطرناک پرسپولیس اونجوری که دوستان تو آمار نوشتند دو برابر موقعیت‌های ابو مسلم بوده. ولی هنوز هم یه گل عقب هستند. پژمان نوری یک اشتباه توپ رو از دست میده، چشم انتظار داور بودند، اتفاقی رخ نداده. ایوان پتروویچ میبره به سمت راست، ارسال توپ و در دستهای دروازه‌بان فرشید کریمی قرار میگیره. نیکبخت بادامکی آشوبی آقایی، بازی خطرناک عباس آقایی
خب جالب اینجاست که ایوان پتروویچ رو داره از بازی بیرون میکشه، اولاروم رو در زمین نگه خواهد داشت و رودریگو به بازی خواهد آمد. به استقبال پتروویچ میان، به او خسته نباشید میگن، به هر حال بازیکن خوبی بود به خصوص در نیمه اول و حالا از این لحظه رودریگو به بازی میاد. حالا آقای مظلومی هم علی‌رغم اینکه یک یار به خصوص در میانه میدان کم داره، دوتا مهاجم رو استفاده میکنه در این دقایق باقی مانده. فرشید کریمی یه خروج موفق از دروازه روی یک ضد حمله، فرصت هست برای پرسپولیس و برای عباس آقایی. نیکبخت یه پاس در عمق، آفسایدی در کار نبود، ضربه رو میزنند و آقایی توپش رو به هر ترتیب دور میکنند. سپهر حیدری قبلش سوت داور به صدا در اومده. خب بازیکن ابو مسلم اون طرف نقشه بر زمین هست، بازی رو متوقف میکنه تا به وضعیت او رسیدگی بشه. 72 دقیقه این دیدار هم رو به پایان هست. رضا ناصحی ناراحت به روی زمین افتاده. فرصتی است آشوبی توصیه های آقای افشین قطبی رو بگیره. نتیجه 3-2 به نفع ابو مسلم هست در ورزشگاه آزادی تهران در آخرین دیدار هفته 20 این رقابت ها، در روزی که استقلال در کرمان 1-0 مقابل مصر مغلوب شد و سپاهان هم در برابر پیکان 1-1 متوقف شد در یزد. ماته پرتابو گرفته، سید محمد حسینی توپ بیرون میره. یوسف مرادی هم که یک اخطار گرفت، بازیکنی که در نیمه دوم به جای منصوری به بازی اومد. یه موقعیت برگشت توپ، فرصت برای پرسپولیسی ها هست. حالا دارن فشارشون رو بیشتر میکنند. سپر حیدری توپش به بیرون رفته، سعی میکنه زمان بازی رو بگیره که بتونه برگرده. در واقع آقای پرویز مظلومی دو تن از مهرهای کلیدی خودش رو در این نیمه از بازی بیرون کشید، هم محمد منصوری و هم ایوان پتروویچ. اما مطمئنن حفظ نتیجه براش در اولویت قرار داره. بادامکی، آشوبی، خلیلی، پژمان نوری روی تیر دو و شهاب گردان که در این گونه نبردها هم نشون داده خیلی سخت تسلیم میشه. یه برخورد با شیخ رضایی برخورد جدی نباید باشه. خب یک بار دیگه ببینیم، روی سر شیس توپ رو گرفت، یه برخورد کوچیک هم بین شهاب گردان و شیس به وجود اومد. مطمئنن لحظاتی است که یه مقدار دوست داره ابو مسلم با توجه به شرایطی که داره، یه بازیکن کمتر داره، یه گرم جلوه در ورزشگاه آزادی، به طب یه مقدار از شرایط استفاده بکنه.
جا داره یک بار دیگه فرارسیدن یوم الله 22 بهمن رو بر فجر آفرینان مبارکباد و شادباش عرض بکنیم. آرزو میکنیم که همه فداکاران و ایثارگران ایران عزیزمون در راه سربلندی میهن موفق باشند. برها شهاب گردان به بازی برگشت، مشکلش حاد نبود. حبیب کاشانی هم استرابش دست کمی از نیمکت نشینان پرسپولیس نداره، چهرش کاملا مشخص میکرد مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که به هر حال تیمش در این چند هفته اخیر به یه مقدار مشکل در خصوص نتیجه گیری برخورد کرده. شیس رضایی، نیکبخت، درون محوطه جریمه. این بار دیگه منبینی اشاره میکنه که پاشه و به بازی ادامه بده. و جالب اینجاست که آقای مرتضی کریمی هم پرچم زده بود. اینجا یه کارت زرد به نیکبخت نشون میده، یعنی اینکه قصد داشتی منو فریب بدی. خیلی مزه کرده زیر زبونش پنالتی زدن به ابو مسلم برای نیکبخت. آقای منبینی اشاره میکنه که آروم باشه و کارو دنبال بکنه. ببینیم چه اتفاقی افتاد. انصافا هم نمیشد اینجا. نظر خاصی داد، هرچند که اجازه بدید نظرات دقیق تر رو بعداً از زبان کارشناسان امر بشنویم. آقایی، باقری، نوری، ماته، خود ماته در محوطه جریمه، فرصت از همه رو داره، جا میگذاره. نشانه هایی از تکنیک رو در ماته دراگچوویچ میشه دید. سپهر حیدری، آقایی یه بار دیگه همون مسیر رو طی میکنند. آشوبی، پژمان به دنبال روزنه ای برای عبور توپ. روند بازیشون از 45 دقیقه اول به دوم تغییر دادند. نیمه اول بیشتر از عمق نفوذ میکردن، حالا از جناحین هم استفاده میکنن. شیس نتونست عسکری توپ خوب دور بکنه یا حداقل به اولرون برسونه. عباس آقایی و تکل موفق ناصحی. آلرام راندمان کارش نسبت به 45 دقیقه اول پایین اومده. عرفان آلرام خطای او واضح و آشکار بود. آیمون بینی اشاره میکنه که یه بار دیگه با سوتو باید بازی آغاز بشه. کریم باقری، پرتعداد هستن بازیکنان، توپ برمیگرده. یک بار دیگه نوری، یک و دو انجام میشه. ارسال توپ به این سمت برای نیکبخت نرسید. یه بار دیگه خلیلی ماته و به هر ترتیب در اون شلوغی نمیتونن توپو خوب دور بکنن. حالا نیکبخت میفرسته توپو به روی دروازه. خطرناک بود. حسین بادامکی این بار دومه که سعی میکنه اینگونه توپو به کنج دروازه بفرسته. این بار یه مقدار اختلافش بیشتر هم بود. 80مین دقیقه بازی و این هم آخرین تعویضشون. فرهاد خیرخواه ببخشید باید بگم دومین تعویض تیم پرسپولیس، فرهاد خیرخواه که میخواد به بازی بیاد. تعویض اول آقای قطبی ثمر بخش بود. ببینیم تعویض دومش چگونه خواهد بود.
مطمئناً در افزایش قدرت تهاجمی تیمش باید موثر باشه. این تعویض هم یه بار دیگه بروی دروازه محسن خلیلی در بین دو نفر، پژمان نوری فرصت ارسال توپ بروی دروازه رو داره، همین کار انجام میده، این ضربه سر از عباس آقایی که گردان توپ رو کنترل میکنه. یه بار دیگه خب قرار هست که محسن خلیلی رو از بازی بیرون بکشه و به جای او فرهاد خیرخواه رو به بازی بفرسته. مهاجمی که تعداد گلهاش در عدد پیراهنش متوقف شده، محسن خلیلی جای خودش رو به فرهاد خیرخواه میده. ارسال توپ از آتسو به روی دروازه، کریمی توپ رو سری میگیره، حالا برای حسین بادامکی. تقریبا برتری نفری دارن در این موقعیت. عباس آقایی چیس از کنارش تو رفت، توپش عبور نکرد از عسکری. یه بار دیگه پشت محوطه جریمه، آیمون بینی اعلام میکنه که بازی باید دنبال بشه. محسن خلیلی هم 7-8 دقیقه باقی مونده رو از رو نیمکت باید دنبال بکنه. شیس رضایی، خود شیس میفرستن توپ رو بروی دروازه. اولروم، اولروم تنها مهاجمه، بهتر بگم تنها بازیکنی که روی خط نیمه میمونه و حتی رودریگو همین بازیکنی که صاحب توپ هست هم در جمع هافبک ها و مدافعین دفاع میکنه. خطای بادامکی به روی رودریگو. تعداد خطاها 13 در برابر 8 هست برای ابو مسلم. ابو مسلم بیشتر خطا کرده، اما کلن تعداد خطاها و سوتایی که برای خطا به صدا در اومده زیاد نبوده. یک موقعیت شیس برای فرهاد خیرخواه که در آفساید قرار داشت. آهی هم که تماشاگرها کشیدن بابت همین قضیه بود. ببینید به نظر میرسید که دوچار اشتباه شده آقای کریمی در این صحنه در بلند کردن پرچم خودش. به هر حال بازی دنبال میشه. خب اعلام خطا از سپهر حیدری. روی رودریگو پرید به زعم آقای مانبینی و ضربه سر رو زد. رودریگو پشت این توپ ایستاده در 85مین دقیقه مسابقه. خودش قاعدتا باید ضربه رو بزنه، ایوان پتروویچ هم نیست. رودریگو مستقیم خیلی بد میزنه ضربه رو، تازه ضربش هم گرفته میشه در بین راه. نوری 85مین دقیقه مسابقه، ماته نیکبخت احسان خورسندی هم کنار زمینه تا از سومین تعویضش هم استفاده بکنه. آقای قطبی رو سر ماته این بار ضربه رو میزنن. پژمان نوری، آشوبی، بادامکی، شیس به توپ میرسه، توپ رضایی رو بر میگردونند. نیکبخت یک بار دیگه، نیکبخت شیس رضایی پشت محوطه جریمه، اعلام خطا. خطا در موقعیتی مناسب برای پرسپولیس اعلام میشه.
پاپ حسین بادامکی هم باید جای خودش رو به احسان خورسندی بده در این دقایق رو به پایان مسابقه، تا در این 4-5 دقیقه او در ترکیب تیم قرار بگیره. البته 2-3 دقیقه وقت تلف شده هم احتمالاً خواهیم داشت. موقعیتی مناسب، نیکبخت پشت توپ قرار گرفته، زاویه مناسب است برای استفاده از پای چپ او. حالا نیکبخت توپ میفرسته به روی دروازه، ضربه سر اول از آتسو. آشوبی توپ شهاب گردان میرسه، پنج گل رو دیدیم تا به اینجا، سهم میهمان 3 گل بوده و پرسپولیسی ها 2 گل زدند. ماته خب شروع مجدد بازی از ابو مسلم، رودریگو، احسان خورسندی، شیس رضایی، اعلام خطا برای ابو مسلم. در این دقایق تماشاگران مضطرب پرسپولیس اصلا دوست ندارن سوتی به نفع تیم حریف زده بشه. اینجا خطای شیس اعلام شد، ضربه چاهجویی در دستهای فرشید کریمی قرار میگیره، بلافاصله از سمت چپ یک فضای مناسب برای حرکت و حمله پرسپولیس. کریمی داشت روند توپ خودش رو تعقیب میکرد، یه ارسال به روی دروازه، فرصت به پرسپولیس و توی دروازه، ماته دراگچوویچ حساب کار رو به تساوی میکشونه. هر سه گل ابو مسلم رو پرسپولیس پاسخ میده. یک شروع مجدد عالی برای پرسپولیس، برای اونها ارزش یک گل رو داشت و ارزش یک امتیاز. ماته مهاجم کروات ارزش کار خودش رو نشون میده، فرشید کریمی جبران مافات میکنه، محمود خردبین هم احساسی تر و لطیف تر از قبل شده روحیش و عشق به چشش میاد. نیکبخت فرار خوبی رو انجام داد، توپ رو فرستاد و ضربه نهایی ماته توپ رو درون دروازه جای داد. روی یک شروع مجدد سریع و عالی که از فرشید کریمی شروع شد، نیکبخت اون رو ادامه داد، ماته حساب کار رو به تساوی کشوند. ابو مسلم 3 پرسپولیس 3. یک کارت زرد به یکی از اعضای کادر فنی نشون داد، نمیدونم به خب حسن رودباریان دروازه‌بان نیمکت نشین تیم پرسپولیس که ظاهراً درون زمین رفت و فرشید کریمی رو غرق بوسه کرد. به هر حال پرسپولیسی ها حتی فراز فاطمی همه خوشحال هستند. نودمین دقیقه این دیدار، تقسیم امتیازات در تهران تا به اینجای کار 1.5 دقیقاً ابو مسلم، 1.5 پرسپولیس. 3 گل نیمه اول برای ابو مسلم، 3 گل نیمه دوم برای پرسپولیس. حضور تاثیرگذار غیر قابل انکار مات دراگچوویچ. چهار دقیقه وقت تلف شده این بازی داره، 4 دقیقه ای که میتونه به هر حال تغییر نتیجه رو هم به نفع هر کدام از دو تیم در پی داشته باشه و یا اینکه دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت بدند.
نیکبخت فراره نیکبخت چیس نتونست با پشت پا پاس بده. حالا در اون سمت پژمان نوری. تماشاگر پرسپولیس تو ورزشگاه موندن شاید گل پیروزی رو ببینند. حالا روی یک ضد حمله موقعیت برای ابو مسلم. رودریگو داشت عبور میکرد از آخرین صد که سپر هیدری در آخرین لحظه توپو زد. ناصحی اولروم خطرناکه، در موقعیت دو به دو هستن. اولروم اگه بتونه پاس بده وضعیت خطرناک میشه. خود اولروم و صوت داور به نشانه توقف بازی به صدا در اومده. و بعد از اینکه برانکاردو خواست بازیکن پرسپولیس بلند شد و به بازی ادامه داد. اولروم داره احساس ناراحتی میکنه. شش گل در یک مسابقه پر افت و خیز که شاید تماشاگرهای ورزشگاه آزادی هم سرمایه نسبتاً زیاده اواسط زمستان رو در تهران به فراموشی سپردند. استراب موج میزنه روی نیمکت، نیمکت پرسپولیس. پرویز مظلومی به هر حال نمیشه از ارزش‌های کار او هم گذشت. محمد رضا مامانی هم به جهت سه اخطاره بودن شرایط حضور در مسابقه رو نداشت در این میدان. فرانک آتسو اعلام خطا برای ابو مسلم. چهارمین و آخرین دقیقه وقت‌های تلف شده است، اما شاید تو این بین یه دقیقه بیشتر آقای منبینی محاسبه بکنه. رودریگو، پژمان نوری، عباس آقایی، پژمان نوری یک بار دیگه از سمت چپ. این میتونه آخرین فرصت پرسپولیس در مسابقه باشه. به روی دروازه یک لحظه ضربه سر توپو برمیگردونند. آتسو توپ خیلی دور نمیشه. رضایی ارسال توپ، ضربه سر آتسو مجددن. یوسف مرادی نتونست ضربه خوبی به توپ بزنه. در اون شلوغی 4 دقیقه تمام شده. یک بار دیگه ناصحی توپو دور میکنه.